صندوق حمایت از کودکان امروز در ولایت هرات با برگزاری نشستی اعلام کرد که در حدود 3.8 میلیون کودک در افغانستان نیاز به کمک دارد. این سازمان افزوده که از این میان 500 هزار نفر آنان به نداشتن تغذیه مناسب، آب، کلینیک های سیار و تهیه امکانات و تسهیلات ضروری نیاز دارند. به گفته یونیسف، این کودکان به دلیل ادامه جنگ، ناامنی و خوشحالی به ویژه در غرب کشور با مشکلات جدی روبرو هستند. من امروز به نمایندگی دفتر یونیسف که برای کودکان کار میکند در هرات آمدم و میخواهم صدای اطفال را به دنیا برسانم که تقریباً 3.8 میلیون کودک به کمک‌های بشردوستانه در سرتاسر افغانستان نیاز دارد. یونیسف اعلام کرد که خوشحالی، ناامنی و جنگ باعث شده تا این کودکان از محل اصلی زندگی خود آواره شوند. با این حال رئیس دفتر یونیسف در حوزه غرب نبود امکانات اولیه زندگی، عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، سوء استفاده جنسی از کودکان، انجام کارهای شاقه و محرومیت از آموزش را از جمله مشکلات عمده برای کودکان افغانستان دانست. And today we are hosting the representative of UNICEF in Afghanistan. من رئیس دفتر یونیسف در حوزه غرب هستم. امروز یک روز بسیار مهم است که یک اقدامی بشر دوستانه را روی دست گرفتیم که چطور در حالات اضطراری و عاجل به کودکانی که قشر آسیب پذیر هستند رسیدگی کنیم. And also from the Department of Refugees and Relief. از سوی دیگر شماری از کودکان از فراهم آوری تسهیلات لازم تشکر کردند. آنان از این سازمان خواستند که در فراهم سازی آموزش، خدمات صحی و وضعیت روحی آنها کمک های بیشتری را در نظر بگیرد. مدت نما میشه که به خاطر جنگ و خشکسالی از ولایت بادغیس به ولایت هرات مهاجر شدیم. در اول خیلی ما وحشت زده بودیم که مثل شاید مثل ایرات هم مثل بادغیس ناامن باشد، ولی خدا رو شکر از امروز که ما اینجا آمدیم. تشکر از دفتر یونیسف که برای ما کمک کرده. یک جای گوشه شسته بود، از خانواده خود میترسید، از برادر خواهر خود میترسید. حالا چند وقت میشه که به خیمه هم به خیمه که آمده، حالا جرأت پیدا کرده و خود دوستا خود میشینه و ایلس میکنه، دوستم با خوبه گرفته دیگه. استادامون با ما نظافت تن میده، به نظافت خانه و نظافت دستا، با ما آب نوشیدنی هم دفتر دیرسی بودن. بازم ما نیاز بیشتر داریم از دفتر دیرسی. مسئولان یونیسف میگویند که با وجود کمک‌های چندین ساله این سازمان، هنوز هم کودکان افغانستان در وضعیت بدی به سر میبرند و نیاز به کمک‌های بشری بیشتری دارند. این در حالی است که وزارت کار و امور اجتماعی هفته پیش اعلام کرد که برای نخستین بار استراتژی ملی کار کودکان را تدوین کرده که بر بنیاد این استراتژی بایستی تا سال 2025 کار شاقه و تا سال 2030 به کار کودکان در این کشور پایان داده شود.